بخش مشاوره خانواده است و قسمی که در آغاز گفتیم در مورد خواب آلودگی صحبت هایی را می داشته باشیم با دکتر سیب خیبر غفورزاده که مهمان ما هستند در این بخش برنامه. خیلی خوش آمدین دکتر سیب. خیلی خوش آمدین. سلامت باشین. سلام عرض ادب دارم خدمت شما از طریق تلویزیون شما به کسایی که فیلم ما را از طریق پرده های تلویزیون شما میبینن تقدیم میکنم. سلامت باشین. خب اگر شما میخواین در رابطه با موضوعی که ما امروز در نظر گرفتیم سوالات و نظریاتتون با ما شریک بسازید، میتونید روی شماره تماس 0729-4311 تماس بگیرین و سوالات و نظریاتتون با ما شریک بسازید. دکتر سیب، اگر در شروع در رابطه با خود خواب آلودگی یک تعریفی داشته باشین خیلی خوب میشه. قبل از اینکه در مورد خواب آلودگی گپ بزنیم، یک خواب باید تعریف کنیم که خواب چی است. خواب یک پروسه فیزیولوژیک یا نرمال برای بهبود وظایف خوب دماغ است که به خاطر که شخص وظایف خوب دماغ داشته باشه به صورت روزمره باید خواب داشته باشه. یکی ما بیخوابی داریم، یکی پرخوابی. پرخوابی به این معنی در صورتی که یک شخص احساس پرخوابی یا گنگسیت یا خواب آلودگی از طرف روز میکنه، این را به نام خواب آلودگی روزمره یا هایپر سامنولنس یا هایپر انسومنیا یاد میکنه. یا تعریف دیگه قسمی است که میگه با وجودی که شخص شبانه 7 ساعت خواب میکنه، از نظر مدت کافی هم است، مگر روزانه احساس نشاط نمیکنه، خواب آلود، گنگس، پرخواب میباشه، این را به نام خواب آلودگی روزمره یاد میکنه که یک حالت جدی ناتوان کننده و تهدید کننده حیات نه تنها به خودش، به جامعهش، به فامیلش و هم قطارایش است. و خواب آلودگی در موردشی که چطور باعث میشه که امو سیستمی که شما گفتین دچار اختلال شد و در مجموع خواب آلودگی را به وجود بیاره؟ خواب آلودگی عوامل مختلف داره، از جمله معمولترین علتی که باعث خواب آلودگی نزد اشخاص به صورت روزمریش میشه به ایمان اولین چیزش استرس است. کسایی که روزمره استرس دارن، از طرف شب اینا چون بعضی اوقات بیخواب میشه و از طرف روز اینا چون خواب کافی نداشتن از طرف شب اینا احساس خواب آلودگی میکنن. کسایی که افسرده هستن از طرف روز احساس خواب آلودگی یا پرخوابی میکنن. کسایی که استفاده از دخانیات یک تا موادای محرک دماغ میکنن اونا خواب آلودگی روزمره میداشته باشن. دیگه کسایی که شبانه خواب کافی نمیشد به هر علتی که خواب کافی نداشتن اینا باز روزانه احساس خواب آلودگی میکنن. دیگه کسایی که تاریخچه فامیلی هم یک گپ داره، کسایی که مثلا خوار، برادر، کاکا، ماما یا کسایی که نزدیکی خونی با مت اشخاص دارن، اگه اونا هم یک مشکل داشتن، کسایی که تاریخچه فامیلی دار نزد اشخاص خواب آلودگی بسیار زیاد است. دیگه نزد یک تعداد افرادی که امراض طبی دارن، مثلا کسایی که تومورای مغزی داره، کسایی که عدم فعالیت دارن، کسایی که گفتم افسردگی داره، کسایی که پارکینسون داره. پارکینسون یک تکلیفی است که مشکل سیستم عصبی می باشه، اینا زیاد به خواب آلودگی روزمره می داشته باشن. اینا عواملی است که به صورت مجموع باعث خواب آلودگی به صورت روزمره نزد اشخاص میشه. دکتر سیب، آیا تصمیمات غذایی هم میتونه تاثیراتی داشته باشه بالای بیخوابی و خواب آلودگی و بعضی از ویتامینایی که کمبود باشه در بدن؟ در مجموع کسایی که از نظر صحی یک تعداد ویتامین های بدنش، منرال هایش کم می باشه، اونا خواب آلودگی و کسالت روزمره می داشته. یک تعداد غذاهای مخصوص در تولید خواب آلودگی یا پرخوابی روزانه بسیار رول داره. مثلا میگه کسایی که از طرف شب غذاهای بسیار پرچرب می خورن، غذای مثلا سپایسی یا غذایی که بسیار سرخ کرده است که باعث مشکل در هضم و در معده‌اش میشه که باعث سوزش معده یا تکلیف در معده‌شان میشه، خوابشان خراب میکنه، اینا احساس خواب آلودگی روزانه می داشته باشن. خب ای که بعضی از موارد است که دخیل هست که ما خواب آلوده باشیم در طول روز، مثلا چی عوامل بوده میتونه؟ مثلا کار بیش از حد، مصروفیت های زیاد در طول روز یا شب، بیدار تا نا وقتا بیدار میباشن بعضی ها و در طول روز خواب آلوده میباشن، عواملش چی است؟ عواملش در مجموع البته بعد از تماس جواب بدیم. بله سلام علیکم. بله سلام علیکم، صدای ما رو دارین؟ بله خوب هستین؟ خیلی خوش آمدین به برنامه، خود معرفی بکنین از کجا تماس گرفتین؟ سلام علیکم، در کسی بزرگ چون داریم بخیر هستین به برنامه تم سلامت باشین، تشکر. بخشین میخواستم از پیش نفسان بکنم در کسی که یعنی از طرف شب خواه نداریم، خواه ما بسیار کم از مثلا ساعتی 11 شب استراحت میکنم به 4 شب خواهم پرامیشم. یک موضوع دیگه که کتزین مشکل دیگه که دارم که مثلا از طرف روز که درد میخوانم در زمان درد با ذهنم نمیشیم. خلاص شد سوالت بیادر جان؟ بله بله. این مشکلی که خودت میگی مشکل خواب آلودگی نیست، برعکس یک بیخوابی است. از نظر تعریف میگه کسایی که مشکل در شروع خواب یا در نگهداشت خواب داره،
کسایی که مثلا در جای خویش میره یک ساعت دو ساعت در جای خو لوت میزنه خویش نمیبره، یا با وجودی که خویش میبره نصف شب از خو میخیزه دوباره کوشش میکنه که خو ببره نمیبره، یا با وجودی که شبانه خوب خو میکنه مگر روزانه احساس نشاط کافی نمیکنه، میگه من شب خو کردم مگر هیچ حال احساس نشاط ندارم، کارهای خود پیش برده نمیتونم. این یک بیخوابی است که یک خوابالدگی روزمره نیست، که نزد اشخاصی که بسیار افسرده هستند به صورت معمول نزد جوانان این بیخوابی بسیار زیاد میشه، چون از طرف شب شما خواب کافی ندارین، احساس نشاط روزانه نمیتونین کده، دماغتان خواب خوب نگرفته، استراحت خوب نکده، به این خاطر وظیفه خود به صورت درست روزانه انجام داد نمیتونه. هر کسی که روزانه شبانه خواب خوب داره با صورت روزانه میتونه که یادگیری خوب، توجه، تمرکز و فعالیت دماغی خوب داشته باشه. خب دکتر صاحب، وقتی این بیخوابی و خوابالودگی پیشرفت بکنه چقدر میتونه خطرات را به دنبال داشته باشه و آیا میتونه که به صحت ما ضرر داشته باشه و ما مراجعه بکنیم به دکتر صاحب و بعضی از دواها را استفاده بکنیم؟ واقعیت قسمی که قبلا گفتم، خود خوابالودگی یک حالت جدی تردیدکننده حیات از نظر خاص، مثلا شخصی که خوابالود است اینا توجه، تمرکز و حافظه خوب روزانه ندارن. در صورتی که این سه گپ نزدشان نبود، اگر شخص در مکتب است کار وظیفه مکتب خود خوب پیش برده نمیتونه، این اشخاص افسرده میشه. در صورتی که اگر جای وظیفه اینا اجرا میکنه وظیفه خود دست میتا، از نظر اقتصادی مشکل پیدا میکنه، فامیلش خوب پیش برده نمیتونه، خودش افسرده میشه، بار دوش فامیل و جامعه میشه مشکلات بر پیدا میکنه. در صورتی که خوابالدگی روزانه نزد از اشخاص باشه، این اشخاص ممکن متروان باشن، میتونه که حیات چندین نفر در دست از ایناست، کسایی که مثلا پیلوت هستن، کسایی که خط آهن یا ریل نزد دستشان است، این اشخاص بسیار میتونه، حتی کسایی که در شرکت ها کار میکنن، حتی یک تعداد سوزندگی های بسیار کلان در شرکت ها باعث از این میشه که مثلا شخصی که خوابالدگی روزانه داشته یک فاجعه را بار بیاره. بسیار خوب، و فکر میکنم که تماس داریم. بله، سلام علیکم. سلام علیکم. خیلی خوش آمدیم به برنامه، همیشه خود معرفی بکنین که از کجا به تماس شدین. سلام به شما و سلام به دکتر. شکر، سلامت. بفرمایید. میخواستم یک سوال در دفتر پرسام کنم که ما از طرف شبانه هم ایشا تو خواهر مکمل درست ندارم، مثلا غذایی که ما تیر من یادم زیادتر بایدادا میکنم میخونم بزرم میخوابی مرا به نهایت زیاد میکنم، و اتاعت میشه که دیشه شبانه شهر دارتو بیدار میمانم و روزانه دیشه زلم مانده بخواب هیچ خوشم نمیه که از دارم میخیزم یک جاست، من میشه نیمیانه کنم از دارم دارم پرازول استفاده نم، پرازول استفاده میکنم، اگر او رو بخورم خودم داره خواب میبا، اگر نخورم من میشه نمیتون نارمی ها ناستگی ها میباشر خیلی مطور نگاه نستم که چی کنم. سو تاول دارم از شم؟ چه قوقت میشه خورجان از این تکلیف برتان پیدا شده؟ دکتر تا که اگر من شما بودید میرد همیشه که من از اینجا هست که این من با دسته های افتان بسیار مراضی کردم دوایی در من دارم تا زمان که دوا می خود می خود بودم برای دوا این مثل مشکل خورجان، این مشکلت که هست، مشکل بیخوابی یک بحث بسیار کلان است که حالا اگر ما روی بسیار صحبت کنیم خارج از برنامه است و ساعت‌ها رو در بر میگیره. این باید عواملش پیدا شده که چرا خودت بیخواب هستی. بیخوابی بسیار علتهای زیاد داره. خب در مجموع ما عواملش چی بوده میتونه؟ در مجموع مهمترین عاملش افسردگی نزد اشخاص میباشه، استفاده از دخانیات، مثلا نارامی در جای خواب، افسردگی، اضطراب، اختلالات وسواس و اجبار، کسایی که مشکلات دارن اینا زیاد بیخواب میشن، یا کسایی که مثلا پیش از خوابشان قهوه استفاده میکنن بعضی مرداست، یا مثلا در دنیای دیگه خانما و مردا مثلا دخانیات استفاده میکنن، استفاده از نیکوتین، سیگریت، گپو، یا در صورتی که جایشان نارام باشه، جای راحت اینا خواب نکنن، عوامل بسیار زیاد داره. خوبی که معمول ترینش استرس، اضطراب است. خب اگر قرار باشه کسی به می خوابالودگی، البته میشه گفت که دوچار شده باشه که روزانه نه شب بتونه خواب خود کنترل بکنه و روز هم دوچار خوابالودگی باشه، آیا خوردن دواهای مختلف قسمی که بینده عزیز ما نام گرفتن، دواهایی که میگرفتن به خاطر که خوابالودگیشان کمتر شد، میتونه مؤثر باشه؟ مؤثر است. باید اول علتش پیدا شود که چرا شخص همین رقم است. وقتی که در هر تکلیف اول تشخیص و علت پیدا میشه، وقتی که او تداوی شد خود به خود کل اعراض علائم خوب میشه. علتش بسیار مهم است که نزد اشخاص پیدا شود که چرا شخص بیخواب است و چرا خوابالود است روزانه. ما دو نوع تداوی داریم، یکی تداوی دوا درمانی، یکی روان درمانی، و یکی علتیابی که چرا شخص به بیخوابی رفته. در صورتی که این سه فاکتور پیدا شود، میتونه که به صورت کوتاه مدت تداوی شود و شخص خوابش
خوب شوه و خوابالدگی نوزانان ازش تحسس نکنه. خب دکتر صاحب، در اخیر پیامی که شما دارین و یا هم نظری از نظر شما کدام کارها را میتونن انجام بدن بخاطر از اینکه بتونن خوابالدگی خودشون کم بسازن و از بین ببرن تا مشکلات زندگیشان بیشتر نشه و بتونن به تمام کارهایی که دارن رسیدگی بکنن؟ به صورت عمومش ای اشخاص کوشش کنند که خواب راحت منظم داشته باشند، استفاده از دخانیات، استفاده از موادی که نیکوتین داره، مثلا قهوه اینا از طرف شب استفاده نکنند، چای از طرف شب زیاد استفاده نکنند، جای خوابشان همیشه منظم و راحت باشند، با وقت معین اینا خواب کنند. دیگه همیشه میگن بستر خواب تنها به خاطر خواب است، نه به خاطر چرت و فکر. همیشه وقتی که اینا به جای خوابشان میره باید راحت تنها به فکر ازی باشه که ما فعلا ضرورت به خواب داریم. دیگه در صورتی که افسردگی و ایگه پان ازش تحسس کرده باشه او استفاده نشه، مثلا کوشش شوه که علتش پیدا شوه و دیگه دخانیات خود گفتیم که باید استفاده نکنه. دیگه در صورتی که این اشخاص مشکل در خواب رفتن داشته باشه به صورت عموم روزانه باید سپورت کنن، از طرف شب کوشش کنن که حمام با آب گرم بگیرن یا یک گلاس شیر پیش از خوابشان بخوره. و دیگه بهترین محرک خواب، زیاد کسا از این میگن دکتر صبح وقتی که ما کتاب به دست میشیم ما را خواب میگیره، بهترین چیزش که او را خواب میبره باید مطالعه بکنه برای یک ساعت. خیلی ممنون دکتر. شکر. ممنون از شما بیننده های عزیز. میان برنامه خیلی کوتاه، دوباره برمیگردیم.